مهمان من میتونست امروز یک روحانی بلند پایه باشه پدرش از مراجع مهم تقلید شیعیان بود و خود او هم اگرچه در حوزه علمیه تحصیل کرد ولی نهایتا فیزیکدان شد درس حقوق خواند و به سیاست پرداخت ولی لباس روحانی به تن نکرد سالهاست به دور از وطنش ایران زندگی میکنه و خود را فعال سیاسی جمهوری خواه میدونه با این حال برای خروج از بحران کنونی ایران دست به دامن روحانیان شده است حسن شریعت مداری به برنامه به دیگر خوش آمدید آقای شریعت مداری شما از یک طرف خودتون رو مخالف حکومت روحانیون میدونید و از طرف دیگه در نامه‌ای که اواخر خرداد ماه خطاب به روحانیون ایران نوشتید از اونا استمداد طلبی که کمک کنند و از این بحران خارج کنن ایران رو این تضاد رو چطور توجیه میکنید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان شما و هموطنان عزیز. در هر کجای گیتی که هستن <تصفح> عرض به خدمتتون دین مدنی با دین سیاسی بسیار فرق داره و پدر من و بعدا هم من مروج دین مدنی بود پدرم و من هم به این عقیده هستم که دین به عنوان یک نهاد غیر دولتی بسیار در ترویج فرهنگ مسالمت و همزیستی با جامعه مدنی میتواند رول مهم می داشته باشه روحانیون متاسفانه در آستانه انقلاب اقوا شدند و ای از اونها در حکومت شرکت کردند و باعث بحران بزرگی در جامعه شدند که امروز آثار اون رو میبینیم امروز درخواست من از این روحانیون به دلیل این است که بحرانی را که خود ایجاد کرده اند باید تدبیر داشته باشند و به طریق مسالمت آمیزی خود رفت کنند و دوباره به ساختار تاریخی خودشون که یک ساختار مدنی و دولتی است بازگردند این موقعی موثر است که به مقلدین خودشون به کسانی که به دین باورمندند و در نهادهای حکومت امروز مقامهای مهم می دارند یا در سپاه و بسیج هستند بگویند که با مردم با شهروندان با ایرانیان باید با مروت و مسالمت و بر اساس انسانیت رفتار کنند و این رفتاری که امروز در زندانها و در صحنه سیاسی و جامعه ایران با مردم می شود بدون, بدون از بدور از شعون انسانی بدور از اخلاق و بدور از وظایف دینی هر باورمندی به دین است و روحانیون وظیفه دارند که نه تنها این بحران انسانی و اخلاقی رو رفع کنند بلکه اگر به منافع خودشون هم بیندیشند باید باورمندان بدین را تشویق کنند ولی به هر حال آقای جامعه به هر حال, حال چنار بیاد. به هر حال شریعت بلدی شما رو رو دوباره به دخالت در امور سیاسی تشویق میکنید و دعوت میکنید در واقع حالا به هر حال شما در اون نامه میگید که از روحانیون گله میکنید که هنگامی که رفراندوم قانون اساسی بود اونها به توصیه و مخالفت پدر شما به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی توجه نکردند و به اون رفراندوم رای دادند و شرکت کردند و حالا شما در اون زمان که از پدر شما که یک آیت الله العظما بود توجه نکردند چطور انتظار دارید که به شما توجه بکنن به حرف توصیه شما گوش کنن ببینید اولا تناقضی در کار نیست به این دلیل که وظایف نهادهای مدنی از جمله نهاد بزرگ و تاریخی روحانیت فقط یک وظیفه فرهنگی نیست تشویق به مسالمت تشویق به قانونگرایی از وظایف هر نهاد مدنی است و به این معنی فقط صرفا سیاسی نیست و از وظایف همه مراجع تقلید و روحانیون هست که اخلاق را به جامعه یادآوری کنند و انسانیت را گوشزد بکنند و خودشون هم به اون پابند باشند اون روز روحانیت در اشتهای کسب قدرت حکومتی بود که آماده کسب اون بود و پدرم هم میگفت که این کار به ضرر شماست و به ضرر دین است و به ضرر جامعه است و شاید اون روز نتایج اون رو روحانیت نمیدونست امروز پس از سی سال نه تنها روحانیت بلکه حکومت و جامعه هم این مزرات را فهمیده است و امروز این در حقیقت به صدای من نیست که اونها باید گوش کنند این به صدای عقل و منطق و انسانیت و اخلاق است که باید گوش فرا بدهند و به وظایف خودشون عمل کنند من تنها یادآوری کردم به عنوان کسی که به هر صورت میتواند پلی بین دنیای مدرن و نهاد روحانیت باشد برای اینکه با هر دو هم با روشنفکران غیر دینی و هم با روشنفکران دینی و هم با جامعه روحانیت من خب روابط نسبتا خوبی دارن بسیار خوب به این دلیل فقط به اونها گوشزد کردم که به این وظیفه بزرگ خودشون عمل کنند اختلاف اساسی پدر شما در اون زمان با آیت الله خمینی چی بود؟ به غیر از اصل ولایت فقیه چه اختلاف اساسی دیگه ببینید داشت؟ اختلاف اساسی از سال 42 به بعد پا به پای دو تزی که یکی را پدر من نمایندگی میکرد و یکی را آیت الله خمینی وجود داشت و شدت میگرفت یکی دین مدنی بود و یکی دین دولتی پدر من مروج دین مدنی بود دینی که باید با جامعه مدرن همزیستی بکنه از اون بگیره و به اون بده تبادل فرهنگی داشته باشه و بر ضد مدرنیته و مدرنیست نباشه آقای خمینی دنبال اسلام سیاسی و دین دولتی بود میخواست که حکومت رو تسخیر کنه و جامعه رو فرم بده و فقط تحت فرمان او و بر طبق ایده های او جامعه فرم بگیره و این چیز غیر ممکنی بود پدر من با اون مخالف بود و این مخالفت به زودی برای طرفداران آقای خمینی واضح شد بعد از پونزده خورداد و اونها ده سال تمام کوشیدند تا نگذارند ایده های پدر من و ایده دیگری که البته چنین ایده رو داشتند در جامعه جام بگیره و متاسفانه به خاطر خصوصیات فرهنگی جامعه ما در اون روز شاید موفق هم شدند به خاطر اینکه توانستند در انقلاب پنجاه حکومت رو از آن خودشون بکنند و متاسفانه سی سال جامعه رو با بحرانی ساختاری مواجه کردن که امروز اثر اون رو میبین اصولا پدر شما با دخالت روحانیان در سیاست به طور کلی مخالف بود چون یکی نقل یک نقل قولی اخیرا فرای پهلوی ملکه سابق ایران کردند و ایشون گفتن که آیت الله شریعت مداری در یک مقطعی اسامی ادهی رو از روحانیون سیاسی و مخالف شاه را داده بود که بهتر اینها را تبعید بکنند. یعنی در واقع مخالفت بعد از انقلاب پدر شما اگر این درست باشه خیلی طبیعی به نظر میاد. نخیر ایشون در این نقل قول البته ناقص نقل کردن. در آستانه حکومت نظامی پدر من پیغام دادن که به جای اینکه برای اینکه خبرهای زیادی می آمد که آقای سرلشکر بدرعی و ای در صدد کودت های نظامی هستند و میخواهند قتل عام کنند در چنین حالتی پدر من گفت که خب اگر هم میخواهید کاری بکنید پیغام داد که بیایید ماها رو بگیرید حتی خود من رو بگیرید و به جای اینکه مردم رو دم گلوله بگذارید ما رو از کار سیاسی در حقیقت عزل بکنید مدتی ملک فرح پهلوی مقداری از اون رو نقل کردن و شاید دقیق ایشون در جریانات سیاسی اون روز نبودند بسیار خوب خب به هر حال پدر شما با اسلام سیاسی و دخالت دادن اسلام در امور سیاسی مخالف بودند ولی با این حال یک هفته بعد از اینکه در ایران حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد ایشون با حمایت ایشون لاقل حزب جمهوری خلق مسلمان تشکیل شد آیا ایشون نظرشون عوض کردن در اون مقطع نخ ایشون نظرشون رو عوض نکردند و حزب جمهوری خلق مسلمان یک سال قبل از انقلاب به وسیله کوشندگانی که جامعه پولایزه شده بود ماها فکر می که دین مدنی در مقطع فعلی کافی نیست و متاسفانه گرایشمون به سیاست زیاد شده بود ادهی از علاقمندان آیت الله شریعت مداری یک تشکیلات رو گذاشته بودیم موقعی که از به جمهوری اسلامی تشکیل شد ما رفتیم و گفتیم ما رو حمایت بکنید به دلیل اینکه در ایران یک نظام تکهزبی و یک ایدئولوژی قالب دولتی داره میاد و جامعه ایران رو میخواهد تکهزبی اداره کنه اجازه بدید احزاب دیگر که جان ندارند از ما حمایت کنید تا ما بتوانیم حزب دومی بشیم که دموکراسی در جامعه از بین نره و با این توجیه توانستیم موافقت ایشون رو برای علنی کردن حزب جمهوری خلق مسلمان جذب کنیم چرا یک حزب به نظر من چرا خلق, خلق مسلمان آقای شریعت مداری چرا بله. چرا یک حزب مثل هر حزب دیگه نبود اگر که شما یا پدر شما اصولا با حزب اسلامی به طور کلی موافق نبودن چرا اسم گذاشتین خلق مسلمان میتونست یک حزب هر اسم دیگه داشته باشه مثل حزب دیگه بله این به این تاریخ برمیگرده که موقعی که خواستن جمهوری اسلامی رو اعلام کنند پدر من در مصاحبه ای گفتند که جمهوری اسلامی بی است جمهوری با اسلام نمیتواند مطابق باشه و اسلام نظام خاصی رو بر اگر هم معنایی داشته باشه معنایش این است که جمهوری که اکثریت خلق مسلمان ایران رو تایید میکنند به این معنی یعنی به معنی صفتی برای مردم ممکن معنایی داشته باشه ما با عنایت به این مصاحبه ایشان اسم این تشکیلات را جمهوری خلق مسلمان گذاشتیم اما ما حتی اعضای ارمنی و از اقلیت‌های دینی هم در آذربایجان تهران کرج زیاد داشتیم و این حزب به اون معنا اسلامی نبود هر چند که مسلمانان زیادی عضوش بود اهداف این حزب چه بود می‌خواستین چه به دست بیارین از طریق این حزب ببینید ما تنها حزبی البته امروز این حزب وجود ندارد وقتی من ما میگم تو اون موقع از بنیان گزارش بودم ما تنها حزبی هستیم که مقالات و روزنامه خودمون رو بعد از اون چاپ کردیم و تکثیر کردیم همش رو شما اگر همه مقالات رو بخوانید ما دنبال دموکراسی هستیم دنبال جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستیم و اون رو علنا تبلیغ میکنیم هرچند که متاسفانه در مرامنامه حزب نتوانستیم به علت وجود پاره از اشخاص مانند سیتادی خسروشایی که آمده بودند جزء هیئت محسس شده بودند بعد با آقای بهشتی و دیگران شروع کردند به ارتباط و انشاب کردند و ضربه بزرگی به حزب زدن اون روز هم دو پاشون رو توی کف کردند که این در نظام جمهوری اسلامی نمیتوان جدای دین از دولت رو تبلیغ کرد و باید ما به جمهوری اسلامی متحد باشیم و مرامنامه رو عوض کردند ولی اتی زیادی از کوشندگان عرض به خدمتون در مقابل عملا در مقابل این مرامنامه ایستادند و همه شماره های این نشریات چاپ شده و نشان میدهد که ما همیشه دموکراسی رو تبلیغ کرد پدر شما آیت الله شریعت مداری رو متهم کردن در مقطعی که در کودتایی که قرار بود به زعم رهبران اون وقت جمهوری اسلامی رو توسط آقای قدساده صورت بگیره و ایشون هم حمایت کرده بودند. آیا واقعا نقش آقای شریعت مداری در به غیر از مخالفتش با بعضی از اصول قانون اساسی و ولایت فقیه نقش عملیشون چی بود؟ چی کار کرده بودن؟ این قضیه شاید یک نیم ساعت دیگری میخواد که مفصل صحبت کنیم لطف کنید خیلی مختصر توضیح برای ما بله به اختصار میتونم توضیح بدم که همونطور که آیت الله منتظری هم نوشتن آقای خمینی میخواست آیت الله شاید مداری رو از بین ببره در دستگاه آقای خمینی هم ادهی مانند احمد خمینی و آقای رفسنجانی و شاید آقای خامنه ای یقین ندارم ولی اون دو نفر رو یقین دارم که از ترس اینکه مبادا بعد از آقای خمینی اینها در سلسله مراتب روحانیت چون جایی نداشتند افرادی مثل آیت الله شریعت مداری تحریک برای رهبری بشن میخواستن ایشون و سپس معلوم شد که آقای منتظری رو هم از سر راه بردارن امروز علاوه بر اون معلوم شده که روس ها هم تمایل مشترکی داشتند شما اگر کتاب میتروخین ارشیو که کتابی است که میتروخین آرشیویست KGB چاپ کرده و در آمازون می توانند پیدا کنند و بخرند شنوندگان بخوانند در بخش ایرانش می بینید که روس ها می خواستند اناسور لیبرال و اسم بردند آیت الله شریعت مداری و مهندس بازرگان را بزنند و از صحنه سیاسی ایران حذف کنند و بنابراین میتروخین نوشته است که ما به جاسوس خودمون یاسر عرفات دستور دادیم که تلگرافی رو که جل کرده بودیم از ستاد سی آی ای قاهره به سی به سفارت تهران این رو بفرسته به دفتر آقای خمینی و بگه که قطبزاده میخواهد کودتا بکنه به کمک آمریکایی بعد آقای کیانوری در نامه ای می نویسد که من که این خدمت رو کردم چرا منو به این روز انداختید من سرهنگ کبیری و سرهنگ اتارودیان را نشوندم بغل دست قطبزاده و او را تحریک کردم به اینکه کودتا بکنه و در نتیجه به شما هم اطلاع دادیم از کنم که آقای, ش... آقای شریعت منداری بر... صحبت های آقای منتظری البته در خاطراتشونم خودشونم میگن که برحال شنیده اینها رو و اسناد خیلی مشخص چیزی در این باره به این اتهاماتی که زده شده به افراد مختلف که شما اسم بردید و آقای متروخین گفتند همه اینا خیلی برحال صحبت هایی که شده قبول دارم ولی هیچ جا ثابت نشده ولی به هر حال نقش من با... سوال من بود که نقش آقای شریعت مداری به غیر الان الان از, از, از چی بود الان به اونجا میرسیم اولا اثبات اینها مثل تقاضای اثبات این تجاوزها در زندان از کسانی است که هیچ دسترسی به اسناد ندارن معلومه که گفته های ما بر اساس اسنادی است که تاکنون منتشر شده ما نه دادگاه داریم و نه دستگاه کشف جرم داریم که اینا رو بتونیم پیدا کنیم همه چیز در دست رقیب است و انشالله تاریخ نویسا به اون میرسند و معلوم میشه اینها چیزایی که تا کنون به دست آمده آقای سرهنگ کبیری و اتارودیان آقای قدساده رو تشویق میکنن که یک سیدی به اسم مهدوی که پیش نماز بوده و پدر من به جرم فساد اخلاق ایشون رو از مسجدی بیرون کرده بود و ایشون اون موقع بعد از چندین سال صاحب مسجد دیگری بود به وسیله دوست پدرم آیت الله مناقبی به قم بفرستن و به این انوان که از ایشون پدر من دلجویی کنه و چون خونه ای میخواسته بخره بهش وام بده ایشون میاد قوم و بعد از اینکه وامی برای خونش میگیره که اینا حتما همه نقشه بوده بعد میگوید که آقای قدساده میخواد یک چنین کاری بکنه البته آقای قدساده کاری نکرده بوده جز چیزی که خود این نظام هم گفت که یک شپ مسخره این تحویل خود این نظام بود پدر من گفته بود که به ایشون بگید که این کارها رو نکنه این کار در زمینه فعلی امکان پذیر نیست و خونریزی میشه و من حاضر نیستم خون از دماغ کسی بیاد ولی همین اندازه کافی بود که آقای احمد خمینی اون رو به عنوان یک ودیعه آسمانی بپذیرد و بده دست آقای شهری پرونده رو و بگه که بیایید و بگویید که چرا محتو... آقای مهدوی از شما وام برای خونه گرفته و چرا شما این کودتا رو که اطلاع داشتید اطلاع ندادید این کل جریان اطلاع پدر من از این قضیه بود و آقای ریشهری با وجود اینکه سعی کرده در چند کتاب اون رو مدلل کنه چیز بیشتری از این رو شما آقای شریعت مداری مدعی هستید که پدر شما رو در زندان یا در خانه خودشون که محبوس بودن شکنجه کردن و وادار به اعتراف کردن دقیقا چه کارش کرده بودن؟ اون چی که ما میدانیم بعد از دوازده ساعت بازجویی قطع ارتباط با, با بیرون اولا اینجا باید متاسفانه بگم که آقای ری شهری که یک طلبه ای بود که هنوز هیچ جایی در حوزه علمیه نداشت با کمال جسارت و با حمایت احمد خمینی به پدر من سیلی زده بود او را تهدید کرده بود که خانوادهش در خطر است و اونها رو از لحاظ اخلاقی هم ممکن است که به وضع بدی بکشونند و بعد نامه ای را گذاشته بود بعد از 6 ساعت که با نوار اون موجود و خوشبختانه بیرون داده شده و پدر من گفته بود که من هیچ اطلاعی نداشتم متنی را نوشته بود دیکته کرده بود و متنی را هم که نوشته بود چنان که پدر من در وسیعت نامه خودشون نوشتن حتی اون متن رو سانسور کردند و فقط از شیش ای که به اجبار نوشته بودند شیش دقیقه اون رو منتاج کردند و نشون دادند و آقای شهری هم یک ساعت قبل از اون سخنرانی کرد و نتیجهش این نواری شد که شما میبینید بسیار آقای شریعت مداری شما در این حال خیلی فعال هم هستید در عرصه در سیاست در حزب جمهوری خانه ملی و در اتحادیه جمهوری خواهان جزء عناصر فعالش هستید ولی در این حال روی مسائل قومی هم به شاید به دلیل خواستگاه خودتون که آذربایجان هست نظرهایی دارید مسئله تمرکز زدایی دموکراتیک مطرح کردین دقیقا نظرتون چیه یعنی چی میخواین برای اصلا اقوام دیگه بایستی به دست بیارن ببینید مسئله قومی و ملیت ها در ایران مسئله است که با تمرکز در هم تنیده و تمرکز باعث شده که صرف نظر از مسئله فرهنگی اقلیت ها ایران تبدیل بشه به یک به چند مرکز و استان غیر کارآمد که از فرط جمعیت قادر به اداره خود نیست محیط زیست را از بین برده و عده زیادی شهرهای حاشیه خرابه که مثل بم که وقتی زلزله میاد اصلا صحنه گیتی میشد. می میشن بنابراین نه فقط به دلایل فرهنگی و هویتیابی اقوام بلکه به دلیل اداره مملکت باید تمرکز زدایی بشه باید حاشیه و مرکز ایران از امکانات برابر اقتصادی سیاسی فرهنگی برخوردار باشند و البته اقوام باید اجازه ابراز هویت مستقل خودشون رو در شکل زبانی در شکل فرهنگی و خواسته خودشون داشته باشند ولی علاوه بر اون باید حاشیه مملکت دسترسی به امکانات رفاهی بهداشتی و اقتصادی مساوی با مرکز داشته باشه جز این راهی برای توسعه متوازن و دائمی ایران نیست و این نوع تمرکز که روز به روز هم به تکاس اون افزوده میشه جز اینکه مملکت را به سمت بحران های دائمی ببره که یکی از اونها بحران مرکز و هاست است راه به جایی نخواهد ولی اخیرا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بعضی از کاندیداها این مسائل رو شاید برای اولین بار به طور مشروع مطرح کرده بودند مسائل قومی و رسیدگی به همون اموری که شما فرمودید شما فکر میکنین که این مسئله الان در ایران مطرح حتی در دولت فعلی هم ممکنه بهش توجه بکنه؟ بله ببینید جسته و گریخته بدون برنامه اینجا و اونجا چنین صحبت ب... به دلایل انتخاباتی و در موقع انتخابات مطرح میشه که البته خیلی خوبه و از این که من چنین هم نظر... نظرانی در داخل ایران یافتم بسیار خوشحالم ولی این کار یک اراده بزرگ سیستماتیک و برنامه ریزی و مهندسی میخواد و چیزی نیست که صرفا با گفته این و آن نماینده و اون هم در موقع انتخابات عملی بشه این یک اراده ای میخواد در عناصر سیاسی ایران در سطح بالا که بدانن مملکت را جز این راهی نیست یک مملکتی که از اقلیت قومی از ملیت‌ها و از اقلیت‌های دینی گوناگون تشکیل شده و هاشیش از ضعف مفرت اقتصادی و عقب ماندگی فرهنگی رنج میبره راهی جز این نداره آقای شریعت شما همطور که گفتم هم در حزب جمهوری ملی و هم در اتحادیه جمهوری خواهان و اصولا در به اصطلاح فعالیت های مدنی یا شکل مبارزات مدنی اینا خیلی علاقمندید و فعال هستید ولی ما میبینیم که در جنبش اخیر اعتراضی به نتایج انتخابات در ایران که تبدیل شده به یک جنبش با خواستهای بیشتر این اصولا عقاید و نظراتی مثل شما نقش چندانی ندارند ام شما فکر میکنین که شما با این شکل برنامه و به صورت خیلی سریح و روشن یک جنبش مدنی و لایک در ایران به جایی خواهید رسید؟ ببینید مردم خیلی عملگرایانه از امکانات موجود حتی استفاده رو میکنند ولی اگر به صحنه سیاسی نگاه کنیم روحانیت جز بازگشت به ساختار سنتی و تاریخی خودش که یک انجیو تشکیلات غیر دولتی بود با قبول جدایی دین از سیاست نداره رو نظامیان باید به ساخلوهاشون برگردن تا بحران موجود رفت بشه و جامعه مدنی این حکومت ایدولوژیک رو در محاصره خودش داره و دائما به خواستهای خودش پافشاری میکنه این خواستها جز در یک نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت قابل تحقق نیست به قول آن فرزانه رومی گفت کلی کلا به سوی تاریخ ما همسو با تاریخیم و صدای ما اگر امروز هم رسا شنیده نشه صدای تاریخ است و صدای جامعه مدنی ایران است و عجله نیست امیدوارم که جامعه ایران بتواند در تلاش خودش موفق باشد بسیار خوب خیلی متشکرم آقای شریعت مداری شما فرزند آیت الله شریعت هستی در خانواده مذهبی بزرگ شده خودتونم برای تحصیل به حوزه علمیه رفتید آه، چرا آه، روحانی نشدید؟ پدر من هیچ اصراری در اینکه من روحانی بشم نداشت ولی به من میگفت که من تعجب میکنم که بین این همه روحانی که برخلاف مسائل دینی عمل میکنن و تو در قوم هستی چطور ایمان خود تو حفظ کردی من انسانی متدین و مؤمن هستم و رابطه من با خدا هیچ ربطی به لباس من نداره و در این حال خودم را یک فرد مدرنی میدونم و بین این دو هیچ تعارضی قائل نیستم و خیلی متشکرم آقای شریعت از شرکتون در برنامه بیوار دیگر الدوست کردید من هم از شما متشکرم ممنون شما